با سلام خدمت همه دوستای عزیزم، من شیما معتمدی هستم. به مجموعه آموزش زبان انگلیسی من خوش اومدید. Hello guys, my name is شیما معتمدی and let's start to learning English. خب دوستان، میخوایم توی این ویدیو یاد بگیریم که چطور اگر کسی از ما سوال پرسید بتونیم جوابشو بدیم و اگر خودمون خواستیم از کسی سوال بپرسیم به انگلیسی که ساعت چنده چجوری باید بپرسیم. خب لطفا کاغذ و قلماتون رو آماده کنید که نکاتی رو که میگم حتما یادداشت کنید. در ابتدا لازمه که ما یه دید کوچولو راجع به ساعت داشته باشیم. یه اطلاعات جزئی. مثلا عقربه ها چی میشن؟ اعداد چی هن؟ که برای دونستن اعداد بهتر که به اولین ویدیو من مراجعه کنید. اونجا حتما اعداد رو یاد میگیرید. اگرم یاد نگرفتین اصلا نگران نباشین، چون تو این ویدیو کامل حتما یاد میگیرید. خب بریم شروع کنیم. Second hand یعنی عقربه ثانیه شمار. به عقربه میگن hand یا همون دست. Second هم یعنی ثانیه. پس شد second hand. عقربه بعدی minute hand یعنی عقربه دقیقه شمار. Minute hand. Minute hand. Minute یعنی دقیقه. یه نکته کوچولو که حتما باید یادداشت کنید. Hour یعنی ساعت. ما اچشو اصلا تلفظ نمی کنیم. Our hand یعنی عقربه ساعت شمار. تا اینجا که خیلی راحت بود. یه بار دیگه هم ولی مرور میکنیم. Second hand, minute hand و our hand. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. به نظرم این اسلاید یه ذره جالب تر میشه قضیهش. اینجا سوالایی که برای پرسیدن ساعت هست رو میبینیم. خب بریم شروع کنیم. اصلا استرس نداشته باشین چون خیلی راحته. خب با اولین شروع میکنیم. What time is it? What time is it? یعنی ساعت چنده؟ بعدی What's the time? یعنی ساعت چنده؟ What's the time? Can you tell me the time please? میتونی به من ساعت رو بگی لطفاً؟ Can یعنی میتونی. Tell یعنی گفتن. Tell me یعنی بگی به من. Please هم که یعنی لطفاً. Can you tell me the time please? میتونی به من ساعت رو بگی لطفاً؟ Have you got the right time? Have you got the right time? دقیقاً ساعت چنده؟ The right time یعنی ساعت دقیق. Have you got the right time? دقیقاً ساعت چنده؟ Do you have the time؟ یعنی ساعت داری؟ Do you have the time؟ یعنی ساعت داری؟ Does anybody know what time is it؟ Does anybody know what time is it؟ آیا کسی میدونه الان ساعت چنده؟ و آخرین سوال. What does your watch say؟ یعنی ساعتت میگه ساعت چنده؟ یعنی ساعتت الان داره چه ساعتی رو نشون میده؟ What does your watch say؟ یعنی ساعتت داره چی رو نشون میده؟ یه بار دیگه سوالا رو با هم دیگه مرور میکنیم. لطفاً شما هم همراه من تکرار کنید. What time is it؟ What's the time؟ Can you tell me the time please؟ Have you got the right time؟ Do you have the time? Does anybody know what time is it? What does your watch say? خب دوستان، توی اسلاید بعدی میخوایم یاد بگیریم که چطوری به بقیه ساعت رو بگیم یا اگر کسی به ما ساعت رو گفت ما متوجه بشیم. خب گفتن ساعت دو روش داره. روش اول که هم آسون تره و هم رسمی تره رو شروع میکنیم. تو ابتدا که میخواییم ساعت رو بگیم، اول میایم خود ساعت رو میگیم، بعد دقیقه رو میگیم. مثلا نگاه کنین از سمت چپ ابتدا. 5:25. 5:25. اول من اومدم ساعت رو گفتم، بعد دقیقه رو گفتم. 5:25. بعدی. 4:30. 4:30 دقیقه. 4:30. بعدی 1:45 1:45 1:45 9
11 9 11 9 و 11. یه نکته کوچولو که توی این روش هست که حتما یادداشت کنین، برای دقیقه های بین 0.01 تا 0.09 هستش، یعنی از 1 دقیقه تا 9 دقیقه. یعنی اون 0 رو ما باید بیایم او بگیم، یعنی بگیم مثلا برای ساعت 1:01 باید بگیم 1:01، یا برای ساعت 3:08 باید بگیم 3:08. او تلفظ میشه، یه جورایی شاید اون اچشو نباید بگیم، او 3:08. 5:09 5:09. یه بار دیگه مرور میکنیم. پس تو روش اول میایم ساعت رو میگیم، بعد دقیقه رو میگیم. 5:25 4:30 1:45 9:11 و برای دقیقه 1 تا 9، یعنی اونجایی که 0:01 میخوره تا 0:09 میخوره، به جای 0ش باید بیایم بگیم او 1:01 3:08 5:09. این تیکر که حتما یاد گرفتین. میریم سراغ روش دوم. خب توی اسلاید بعدی که روش دوم هست، ما میایم یاد میگیریم روش دوم رو. روش دوم یک هم غیر رسمیه، یک هم هم پیچیده است، ولی اصلا نگران نباشین چون ما اینجا یاد میگیریم و اصلا هیچ جای نگرانی نداره. خب همونطور که میبینین الگو یا پترنش رو بالا نوشتم. اول دقیقه رو اینجا میگیم، بعد اگر که اون دقیقمون مضربی از 5 نباشه ما مینت رو بهش اضافه میکنیم. چطوری؟ مضربی از 5 یعنی چی؟ یعنی مثلا 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، 25 دقیقه، 30 دقیقه، 35، 40، 45، 50 و 55. این دقیقه مضاربی از 5 هستن که اگر که این مضارب نباشه باید از مینت استفاده کنیم. حالا یعنی چی به زبون ساده تر؟ مثلا اگر 11 دقیقه بود ما باید از مینت استفاده کنیم. مینت وقتی جمع میشه یه اسم میاد کنارش، پس میشه مینت. خب یه نکته کوچولوی دیگه هم بگم. وقتی ساعت دقیق مثلا 10 باشه، 11 باشه، یعنی عقربه دقیقه شما روی عدد 12 قرار بگیره، ما اونجا میاییم از اوکلاک استفاده میکنیم. مثلا توی نمونه اولی که من براتون مثال زدم خواستم اوکلاک رو بهتون یاد بدم. 1 o'clock یعنی ساعت دقیقا 1. 1 o'clock یعنی اول میاییم ساعت رو میذاریم، بعد اوکلاک رو میذاریم. حالا توی ساعتهای بعدی که میخوام بهتون بگم میایم طبق الگو رفتار میکنیم. پس شد اول دقیقه، اگر که مضربی از 5 نبود مینت رو اضافه میکنیم، بعد پست یا تو. حالا پست یا تو رو کی استفاده میکنیم؟ اگر به شکل نگاه کنین نیم دایره سمت راست از پست استفاده میشه، یعنی حد فاصله بین 12 تا 6 از پست استفاده میشه و حد فاصله بین 6 تا 12 از تو استفاده میشه. پست یعنی گذشته، یعنی از 12 مثلا انقدر گذشته و تو یعنی انقدر مونده به ساعت بعدی رو ما باید بگیم و در آخر باید بیایم ساعت رو بهش اضافه کنیم. پس یه بار دیگه پترن رو میگیم. دقیقه، اگر مضربی از 5 نبود مینت رو اضافه میکنیم، بعد پست یا تو و بعدش ساعت. خب بیایم بریم این مثال ها رو با هم دیگه تکرار کنیم. گفتیم اگر عقربه دقیقه شما روی 12 باشه یعنی ساعت دقیقا اون ساعت هستش. اینجا مثلا میگیم 1 o'clock یعنی ساعت دقیقا 1. 5:25 تو مثال قبلی اومدیم گفتیم
525. ولی تو این روش باید بیایم اول دقیقه رو بگیم. پس دقیقه رو باید بگیم 25. و بعد چون مضربی از 5 هست، مینت رو نمیخواد بگیم. و اینجا چون تو نیم کره سمت راسته، باید بگیم پست. پست. و بعدش ساعت رو میگیم 5. پس شد 25 past 5، یعنی 25 دقیقه از ساعت 5 گذشته. خب حالا همینجا بیایم یه کوچولو یه چیزی هم بهتون یاد بدیم. اینجا اگر که عقربه دقیقه شمار روی 3 و 9 قرار بگیره، تو مثال فارسی خودمون داریم که مثلا میگیم یه ربع به مثلا ساعت 3، یا مثلا ساعت 3 و ربعه. اون ربع رو ما میایم با کوارتر میگیم. برای مثال ما اینجا داریم 1:45. پس بعد بیایم بگیم ساعت یه ربع به، من همین الان متوجه شدم که اشتباه تایپ کرده بودم و مجبور شدم ویدیو رو پاس کنم و اشتباهم رو تصحیحش کنم. عذرخواهی میکنم. برای ساعت 1:45 دقیقه باید بگیم یه رو به 2 هستش. پس باید بگیم quarter to 2. quarter یعنی یک رو مونده. پس 2 رو استفاده میکنیم. عدد بعدی، ساعت بعدی 2 هستش. quarter to 2 هستش. پس برای زمانی که میخوایم ربع رو نشون بدیم، حالا یا یه ربع گذشته یا یه ربع مونده، میایم از کوردر استفاده میکنیم. 1:45 میشه کوردر تو تو. برای 9 و 11 دقیقه طبق پترنمون اول میایم دقیقه رو میگیم. 11 میشه 11 و چون مضربی از 5 نیست، میایم از مینتس استفاده میکنیم. بعدش طبق پترن ما میایم نگاه میکنیم میبینیم چه نیم کره سمت راست هستش، پس باید از پست استفاده کنیم. و بعدش ساعت، پس میشه 11 minutes past 9. 11 minutes past 9 یعنی 11 دقیقه از ساعت 9 گذشته. برای مورد بعدی ساعت 1:01 دقیقه هستش. دوستان اگر یادتون باشه چند دقیقه قبل گفتم مینت جمعش یه اس بهش اضافه میشه و میشه مینت. اینجا من این مثال رو آوردم که این نکته رو هم اضافه کنم به ویدیو. چون اینجا یک دقیقه هست پس جمع نیست، پس ما از مینت استفاده میکنیم، پس اون اس جمع رو نداره. 1:01 دقیقه رو میخوایم بگیم یک دقیقه از یک گذشته. طبق پترن اول دقیقه رو میگیم 1، بعد چون مضربی از 5 نیست مینت، ولی چون یک دقیقه است و جمع نیست اسش رو اضافه نمی کنیم و چون تو نیم کره سمت راست هست پست میاریم و در انتها ساعت. 1 minute past 1 یعنی یک دقیقه از ساعت یک گذشته. حالا مورد بعدی 9:50 دقیقه. باید بگیم 10 دقیقه مونده به ساعت 10. پس میگیم 10:50. طبق پترن اول 10 یعنی 10 رو میاریم، یعنی 10 دقیقه مونده. چون تو نیم کره سمت چپ هستش 2 رو میاریم و ساعت بعدی ساعت 10 هستش. 10:50. مورد بعدی 4:30 دقیقه. این هم یه مورد استثناء هست که من حالتهایی که استثناء هستن رو براتون با رنگ نارنجی نشون دادم. پس شد quarter و half. half یعنی نیمه، نصفه. یعنی من میخوام بگم مثلا الان نیم ساعت مونده به مثلا ساعت بعدی، یا مثلا نیم ساعت از این ساعت رد شده. به این صورت باید بگم الان نیم ساعت از ساعت 4 گذشته، یعنی باید بگم 4:30. 4:30. 7 میشه نصفش. چون تو نیم کره سمت راست میتونیم بگیم افتاده، البته اینو پست میگم معمولا. 4:30
یعنی نیم ساعت از ساعت 4 گذشته. تا اینجا که فکر میکنم راحت بود، یه بار دیگه هم مرور میکنیم. دوستان طبق پترن اول دقیقه رو میگیم، اگر مضربی از 5 نبود باید مینتس رو استفاده کنیم طبق جایگاه عدد دقیقه شمارمون. اگر تونیم کره سمت راست بود پس میاریم، اگر سمت چپ بود تو میاریم و بعد ساعت. دیدین که اصلا پیچیده نبود، واقعا ساده بود. فقط یه نکته کوچولو بود که اگر که تو عددهای ساعت عقربه دقیقه شمار شما روی عدد 3 یا 9 بیفته باید از کوردر استفاده کنیم، یعنی مثلا بگیم یک روب گذشته یا بگیم یک روب مونده. و برای زمانی که عقربه دقیقه شمار میفته روی عدد 6 ما از 7 پس استفاده میکنیم. یه نکته خیلی کوچولو هم که بهش اضافه کنم اینکه شما میتونید اگر همچین چیزی رو جایی شنیدید یه وقت استرس نگیرید، بگید این چی بود، خیلی ساده است. ما میتونیم حرف ای رو به معنی یک بیایم قبل از کوردر اضافه کنیم، مثلا بگیم a quarter to two، یعنی یک روب مونده، اون ای به معنی یک هستش، a quarter to two. اینم خواستم اضافه کنم، ولی حتما بدونید که اصلا و ابدا حرف ا قبل از 7 پس نمیاد، اصلا و ابدا نمیاد. این نکته رو هم خواستم بهش اضافه کنیم به نکاتتون. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. تو اسلاید بعدی میخوایم بیایم طبق دو روش ساعت ها رو بگیم. خب از سمت راست بالا شروع میکنیم. It's 4:50، یعنی ساعت 4:50 دقیقه هستش. It's 4:50. برای روش دوم میگیم It's 10:05. طبق پترن اول دقیقه رو میگیم، بعد چون تونیم کره سمت چپ هستش تو رو میاریم و بعد ساعت. It's 10:05. It's 10:05. بعدی کناری سمت چپش. It's 4:30. It's 4:30 با روش اول. It's 4:30. It's 4:30. با روش دوم. چون که نیم رو داره نشون میده، 7 past و میخوایم بگیم که نیم ساعت از 4 گذشته، پس میگیم It's 4:30. برای بعدی It's 6:10. 6:10. It's 6:10. با روش بعدی میشه It's 6:10. یعنی 10 دقیقه از ساعت 6 گذشته. و پایینیش میشه It's 9:05. It's 9:05. طبق روش اول که گفتیم اول ساعت رو میگیم بعد دقیقه رو میگیم. با روش دوم It's 9:05. و آخرین مورد که هست It's 12:35. It's 12:35. با روش اول که میگیم ساعت 12:35 هستش و با روش دوم میگیم 25 دقیقه مونده به ساعت 1. It's 25 to 1. It's 25 to 1. یعنی 25 دقیقه مونده به 1. خب دوستان خیلی خوشحال شدم تا اینجا که تونستم یه مطلبی رو باهاتون به اشتراک بذارم. لطفاً اگر دوست داشتین این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارین و لطفاً ویدیو من رو لایک کنین و سابسکرایب کنین و لطفاً جواب این سوالا رو به ترتیب شماره ها توی کامنت ها با دو روش برام بنویسین. ممنون میشم، خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.